رژیم آخوندی با انتقال چمدانهای پول نقد توسط پاسداران به فرودگاه دمشق هزینه سرکوب قیام سوریه را تأمین می کند خامنه ای سوریه مهمتر از عراق و لبنان و خط مقدم است باید از آن پشتیبانی همه جانبه کرد و برای نجات آن خطر را به جان خرید دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران با صدور اطلاعیه اعلام کرد بنا به گزارش‌های رسیده از درون سپاه پاسداران رژیم آخوندی بخشی از هزینه های سرکوب و کشتار در سوریه و کمک به دیکتاتور این کشور را به صورت ارز نقد تأمین می کند. بخشی از این ارز توسط پاسداران اعزامی و در چمدان منتقل می شود. چمدان ها در فرودگاه در تهران تحویل داده می شود و در فرودگاه دمشق از آنان تحویل گرفته می شود و در سفارت رژیم ایران در دمشق به سرتیب پاسار رزی موسوی تحویل داده می شود یکی دیگر از راههای رساندن پول به ماشین سرکوب و کشتار در سوریه ارگان صدور تروریسم رژیم آخوندی موسوم به کمیته امداد خمینی است که در سوریه و لبنان دفاتر مختلف دارد این کمیته به تازگی پول نقد زیادی در اختیار تروریست های حزب الله و مزدورانی که از لبنان و سوریه برای دفاع از رژیم اسد استخدام کرده اند گذاشته است. در حال حاضر حدود هزار تن از این مزدوران شامل تروریست های حزب الله و دیگر مزدوران استخدامی رژیم ایران در منطقه زینبیه مستقر شده اند و از این منطقه حفاظت می کنند. رژیم در صدد است تا دیر نشده و این منطقه به دست ارتش آزادی نیفتاده است اهل تسنن را از زینبیه خارج کرده و با نیروهای وابسته به رژیم و وفادار به اسد جایگزین کند علاوه بر هزار نفر یاد شده رژیم 650 تن از عوامل خود را که طلبه و وابسته به ارگانی به نام جامعه المصطفى در زینبیه هستند را در حفاظت این منطقه به کار گرفته است رژیم آخوندی به تازگی آخوندی به نام بینیاز را به ریاست این حوزه گماشته است که در ارتباط نزدیک با سپاه پاسداران و حزب الله است. ای به تازگی در یک جلسه درونی گفته است برای نجات سوریه و بشار اسد باید خطر را به جان خرید. آنجا خط مقدم است و ادامه مقاومت بستگی به ماندن بشار اسد دارد. بنابراین باید به طور همه جانبه آن را پشتیبانی کرده در شرایط کنونی برای رژیم ایران سوریه مهمتر از عراق و لبنان و هند و افغانستان و پاکستان است